با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. واکنش های جنجالی هنرمندان و بسیاری از مقامات به قتل ناموسی دختر جوان 17 ساله‌ای که توسط همسرش سرش بریده شد. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید. در پی قتل مونا حیدری، زن جوان 17 ساله‌ای که سرش توسط شوهرش با قمه بریده شد، بسیاری از هنرمندان و همچنین بسیاری از مردم واکنش تندی نسبت به این ماجرای هولناک نشان دادند. مونا حیدری، زن جوان 17 ساله‌ای که با داشتن یک فرزند توسط شوهرش سرش بریده میشه. جالب اینه که بدونید این زن جوان به دلیل عدم تفاهم با همسرش به ترکیه فرار میکنه تا بتونه زندگی خودش رو نجات بده. اما متاسفانه به مردان زندگیش که مورد اعتمادش بودند همچون پدرش و عموش اعتماد میکنه و توسط اونها به ایران بازگردانده میشه که متاسفانه شوهرش به همراهی برادر شوهرش اون رو به قتل میرسونن. جالبه بدونید که همسر مونا حیدری پسر عموش بوده و زمانی که قاتل همسرش رو به قتل میرسونه با افتخار در شهر اعلام میکنه که من با جرأت تمام و با افتخار همسرم رو سرش رو بریدم و به این قضیه هم افتخار میکنم. و زمانی که مردم این صحنه وحشتناک رو میبینن و میبینن که این مرد با وقاحت تمام سر همسرش رو گرفته و در میدان شهر میچرخونه، با پلیس 110 تماس میگیرن و در نهایت عاملان قتل مونا حیدری از محل فرار میکنن. جالبه بدونید که قاتل به هیچ عنوان از کرده خودش پشیمان نیست و تازه به این مسئله هم افتخار میکنه و اسم این ماجرا و قتل هولناک رو هم گذاشته قتل ناموسی. جالبه بدونید بسیاری از هنرمندان به ماجرای قتل هولناک مونا حیدری واکنش تندی نشون دادند. خانم ساحر دولتشاهی با انتشار یک پست اینستاگرامی این چنین نوشتند: از این پس هنگامی که میخواهید از ناسزای بی‌ناموس یا بی‌غیرت استفاده کنید، به یاد بیاورید به واژه‌ای جان می‌دهید که پدیدار تفکری است پر از خون و خشونت، پر از بیجانی دختران و زنان این سرزمین. من ناموس هیچ کس نیستم. هشتگ مونا حیدری. جالبه بدونید که خانم ساحر دولتشاهی همسر استاد همایون شجریان هستند. اما خانم مونا فرجاد، یکی از بازیگران مشهور سینما و تلویزیونی، هم حمایت خودشون از مونا فرجاد رو با یک تک‌گویی در پیج اینستاگرامشون منتشر کردند و نوشتند این دختر جوان اهوازی قربانی جهل شد. اما جالبه بدونید که آقای حسین حاتمی، دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به قتل زن 17 ساله در اهواز با انگیزه ناموسی توسط همسر و برادر همسرش گفت: ما در رابطه با قتل‌های ناموسی خلأ قانونی نداریم. فرایند دادرسی کاملا در قانون آورده شده و مشکلی از این بابت نداریم. او در خصوص عدم تعیین تکلیف لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت در مجلس افزود: لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت یک ماهیت متفاوتی با این موضوع دارد. این اتفاقی که در اهواز افتاده قتل نفسه و تشریفات قانونی خاص خودش رو دارد. ما در مواجهه با خشونت با خلأهای قانونی روبرو نیستیم و به اعتقاد بنده موضوع قتل در اهواز ربطی به لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت ندارد. این اظهارات در حالی است که در قوانین کشورمون مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب به قتل ناموسی میشن از مجازات های سنگین معاف شوند. اما دادستان کل استان خوزستان این قول رو داده که حتما با قاتلان مونا حیدری برخورد قاطع بشه و اونها به اشد مجازات برسند. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به جزئیات بیشتری از ماجرای قتل مونا حیدری. لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه بشید و این نکته را هم خدمت شما عزیزان بگم: هر آن چیزی که در این ویدیو و ویدیوهای قبلی ما راجع به خانم مونا حیدری و قتل‌ها و مسائل جنایی گفته شده، صرفاً بر اساس سایت‌های خبری بوده که قبل از کانال ما این خبر رو منتشر کردن و ما به هیچ عنوان نظر شخصی خودمون رو
در این ویدیو قید نکردیم و راجبش صحبت نکردیم. بنابراین به هیچ عنوان هیچ مسئولیتی رو در برابر هر آن چیزی که در این ویدیو خوانده شده و برای شما در قالب یک ویدیو تهیه شده رو نداریم و همه این اطلاعات رو از مراجع و سایت های خبری برای شما عزیزان تهیه کردیم. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید با جزئیات قتل منا حیدری. با تشکر. نخستین عکسی که از منا حیدری زن اهرازی که سرش توسط شوهرش و برادر شوهرش بریده شد منتشر شد. زنی که 2 روز پیش در اهواز سرش رو بریدند و در شهر چرخاندند. 12 ساله بود که مجبور به ازدواج شد و 1 بچه 3 ساله داشت. آقای سیفی کاران خبرنگار رادیو زمانه نوشته این عکس چند هفته پیش در ترکیه گرفته شده، زمانی که پدر و عموی خانم منا حیدری رفته بودن ترکیه تا منا رو راضی کنن که به ایران برگرده. منا در این عکس لبخند میزنه چون گفته بود با دیدن پدرش احساس امنیت میکنه و وعده های پدرش رو باور کرده بود. متاسفانه این اتفاق دردناک برای ایشون افتاد. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به جزئیات بیشتر این قتل ناموسی و علتش. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اگر در سال 1381 کود عبدالله یک محله عرب نشین اهواز محسوب میشد که فرهنگ قومی و طایفه‌ای بر آن حاکم بود، اینک کود عبدالله چندین سال است که به شهرستانی به نام کارون ارتقا پیدا کرده. اما چه بر اهواز و مردمش گذشته که هنوز رفتارهایی در اوج خشونت را نمایش می‌دهند. حالا بیش از 2 دهه است که عنوان قتل‌های ناموسی برای همگان آشناست. شاید آن زمان که پدر مریم سر از تن دختر 8 سالش جدا کرد و در یک گونی آن را به این سو و آن سوی اهواز برد و سرانجام در دادگستری خود را مجری عدالت نامید، هنوز 3 یا 4 سال بیشتر از به اکران در آمدن فیلم عروس آتش ساخته مرحوم خسرو سینایی نگذشته بود. آن زمان هنوز اثری از سایت ها و شبکه های اجتماعی نبود. اما چه بر سر اهواز و مردمانش آمده که هنوز هم کسانی در این شهر هستند که بدون عذاب وجدان و با خشم و حرص و طمع دست به چنین جنایت هایی می زنند و مردم شهر را به وحشت می اندازند. این کار با کدام سویه شهرنشینی و مدنیت همخوانی دارد؟ وقتی در سال 81 انگشت اتهام به سوی پدر مریم گرفتند، پرسش این بود که برای اعتقای فرهنگ و مدنیت در خوزستان چه کردید؟ حالا بعد از 19 سال پس از اون واقع سوال اینه که بر سر خوزستان و مدنیت آن چه آورده ایم؟ خوزستانی که 100 سال قبل دروازه ورود بسیاری از مؤلفه‌های مدرن به ایران بود. خوزستانی که دهه‌ها الگوی توسعه در کشور به شمار می‌رفت. چگونه به چنین روزی افتاده؟ در زمان مریم، آیت الله شاهرودی برای آنکه ریشه چنین رفتاری ولو آنکه از پدر سرزده باشد و طبق قانون مجازات اسلامی پدر قصاص نشود، فتوا داد و برای پدر مریم حکم قصاص صادر شد. این اتفاق دیگر در سیستم قضایی کشورمون تکرار نشد، اما نشان از آن داشت که دستگاه قضا همت گمارده تا در برابر قتل‌های ناموسی و فرهنگی غلط بایستد و از منظر قانون اجازه ندهد مرتکبان در سایه قانون دست به اعمال خشونت‌زا بزنند. حالا سوال اینجاست، همسر مریم که ظاهراً پسرعموش هم بوده با چه دل و جرأتی دست به این کار زده؟ و با چه دل و جرأتی بعد از بریدن سر همسرش که فقط 17 سال بیشتر نداشته، سر همسر 17 سالش رو تو دستش میگیره و دور شهر میچرخونه و افتخار میکنه به کارش. همه اینها دل مردم اهواز رو امروز لرزونده و مردم رو به وحشت انداخته. این نهایت جنایت هستش. با کمال وقاحت و بدون هیچ ترسی یک جوان میاد این کارو میکنه و اعلام میکنه که من با افتخار سر همسر 17 سالمو که دخترمو من بوده بریدم. پس هیچ کس و هیچ چیزم نمیترسم. جالبه بدونید که امروز مردم اهواز از این ماجرا بسیار ترسیدند و وحشت کردند.
چرا که احساس کردند هنوز افرادی در این شهر زندگی می کنند که با روح و روش آدم های حتی ما قبل از تاریخ بودند، آدم هایی که اصلا نمیشه به اینها گفت انسان. اگر فردی با این وقاحت میاد دست به قتل میزن و سر همسرش رو میبره، واقعا دیگه حتی بهش انسان هم نمیشه گفت. متاسفانه بعضی از مردها و زنها وقتی با هم ازدواج میکنند و در نهایت به تفاهم نمیرسند، فکر میکنند که مالک همدیگه هستند و متاسفانه هنوز مفهوم ازدواج برای خیلی از مردم ما جا نیفتاده. ازدواج به معنای سند مالکیت جسم کسی نیست. لطفاً اینقدر روح و جسم همسرانتون رو آزار ندید. اگر هنوز مفهوم ازدواج رو نتونستید درک کنید، لطفاً ازدواج نکنید. دوستان عزیز، لطفاً نظراتتون رو راجع به این جنایت وحشتناک در اهواز برامون بنویسید و لطفاً برامون در قسمت کامنت ها بنویسید که به نظر شما این مرد رو چطور باید اعدام بکنن و چطور باید این به مجازات برسه. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید و منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. با تشکر.